سلام، خیلی ممنونم که ما رو برای تماشا انتخاب کردیم. امروز میخوایم بحثمون رو در مورد استروک ها ادامه بدیم. تو ویدیو قبلی با ویژگی ها آشنا شدیم و در مورد این نواحی صحبت کردیم، یعنی وزنش و حالت کپ، حالت کورنر، نحوه الان شدنش. امروز میخوایم بریم سراغ خدچین درست کردن که بهش میگیم دش. حالا چیزی که از این گرافیک میخوام من حالت خدچین بهش بدم، این کادری هستش که اینجا میبینید. من روش کلیک میکنم، یک میکنم زوم میکنم و بریم ببینیم باید چجوری این استروک رو تبدیل کنیم به خدچین. همونطور که میدونید یک مستطیله و این هم ویژگی هاشه، وزنش 10 پوینته و در این حالت ها قرار داره. برای اینکه تبدیلش کنیم به خدچین فقط کافیه روی این گزینه ما کلیک کنیم، داشت لاین، که من میزنم روش. شما میبینید خدچین شد و اینجا هم مقدار هر کدوم از این تیکه ها رو زده، یعنی طول هر کدوم از این مستطیل های کوچک خاکستری رنگ 13 پوینته. اگر این خونه قبل بعدیش در واقع خالی باشه، یعنی فاصله این دشت تا این یکی هم 13 پوینته و اینو من میتونم بیشترش هم کنم، بزرگترش کنم، هم فاصله بیشتر میشه هم طول یکی از اینا میتونم کوچکترش کنم. اما اگر تصمیم بگیرم فاصله رو تغییر بدم، اون وقت متفاوت میشه. یعنی من الان خود دشم، خدچینم طولش 15 پوینته اما فاصله بینش 8 پوینته و میبینید که اون نسبت دیگه، نسبت برابر که بین گپ و دش بود دیگه رعایت نشد. یه گزینه دیگه هم شما اینجا در اختیار داری اینه که این حالت قرارگیری خدچین تو گوشه ها رو میتونید تنظیم کنید به نحوی که اگر رو این حالت باشه معمولا خیلی خوشگلتر و مرتبتره و گوشه ها در واقع میفته وسط دش، اما اگر این یکی رو بزنید دیگه تضمینی نیست رو گوشه خدچین قرار بگیره. این شروع میکنه دقیقا همون فاصله ها رو میذاره، هر وقت هم که لازم بوده پیچیده. مثلا تو این گوشه پایین سمت راست میبینید یه مقداریش تو محور عمودیه، یه مقداریش اونهای تو افقی، اینجا نداریم، مثلا اینجا نداریم، اینجا به این صورت. معمولا همه از این حالت استفاده میکنن مگر اینکه خیلی حالت خاصی پیش بیاد که لازم بشه از این یکی حالت شما استفاده کنید. یک حالت دیگه که شما میتونید به دشتون بدید این بحث یونیفورم بودن یا حالت دار بودنشه. البته این رو ما صرفا توی خدچین نداریم، من فرض کنید اینو از حالت دشت در بیارم، ناکنید الان میتونم تغییرش بدم. اینجاها تمام سایز ما داریم، به این گوشه که میرسه دیگه تقریبا میشه گفت صفر شده. میتونید حالت مختلف رو توش انتخاب کنید و ببینید. خب این حتی اگر شما دشت گذاشته باشید هم اعمال میشه، میبینید که این حالت رو پیدا کرد. خیلی ممنون که امروز همراه ما بودید. توی ویدیو بعدی میخواییم بریم سراغ نقطه چین و کار رو در مورد استروک ها ادامه بدیم. برای دسترسی بهتر به ویدیوهای آموزشی ایلاستریتور حتما کانال ما رو دنبال کنید و اگر برای آموزش دیدن ایلاستریتور قصدتون جدیه حتما ویدیوها رو از دست ندین و از ابتدا و با ترتیب تماشا کنید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.